من هم سلام میگم به همه شما خواهران و برادران عزیز دوستان مهمانان عزیزی که اینجا هستید خیلی خوشحالم که این فیض رو دارم امروز بتونم کلام خدا رو با شما در میون بذارم خواهر رومینای آیات خوند از مزمور 19 با خودم گفتم ای کاش آخر جلسم این کلام به مزاق همه شیرین باشه برای خودم که داشتم آماده میکردم زیاد شیرین نبود اما مطمئنا رول قدوس قادر برای ما شیرین کنه خدا رو شکر ما از بعد از پنتیکاست در مورد روح القدس شنیدیم دو هفته پیش خواهر نصرین عزیز صحبت کردن در مورد قدرت تبدیل کننده روح قدوس و همینطور هفته گذشته پاستور آلبرت عزیز در مورد بشارت صحبت کردن که چقدر نیاز هست ما به سمت این دنیا بریم صدای گمشده ها رو بشنویم و خبر خوش نجات رو به اونها برسونیم و حقیقتا نه روح القدس رو میشه از بشارت جدا کرد نه بشارت رو از روح القدس چون وقتی که ما نگاه کنیم میبینیم که این دوتا یک رابطه تنگاتنگی با هم دیگه دارن ایسا وقتی که به آسمان بره شاید عزیزانی که نمیدونن شاگردان خودش رو جمع کرد بعد از اینکه چهل روز از مردگان قیام کرد بعد از چهل روز قبل از اینکه به آسمان صعود کنه به اونها یک ماموریتی رو داد این رو در متا باب 28 آیه 18 تا 20 من فقط میخونم براتون که گفتش که تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده پس بروید همه امت ها رو شاگرد سازید آنها رو در نام پدر پسر رول قدوس تعمید دهید و با آنها تعلیم دهید تا هر آن چیزی که من به شما فرمان دادم رو به جا بیارند و من اینک هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم این ماموریت بزرگی بود که فرستاد اما باز در اون لحظه ای که میخواست به آسمان بره در آخرین جمله خودش چیز دیگه ای به شاگردان گفت گفتش که در اعمال رسولان باب یک آیه هشت ازش میگه چون روح القدس بر شما آید شما شاهدان من خواهید بود در اورشلیم سامر یهودیه و اقصای عالم پس چون روح القدس بیاد شما میتونید ماموریت بزرگ رو انجام بدید چون روح القدس بیاد وقتی روح القدس بیاد شما تبدیل به اون کسی خواهید بود که میتونید اسمتون رو بگذارید شاهد عیسی شاهد مسیح و ما هرگز نمیتونیم روح القدس رو از ماموریت بزرگ جدا کنیم هرگز روح القدس هست که در واقع من و شما رو تبدیل به شاهدین مسیح میکنه آمین روح القدس هست که به ما کمک میکنه که ما بشارت بدیم شاهد خدای زنده باشیم و ما میبینیم که چطور در اعمال رسولان باب دو وقتی که روح القدس آمد و اونجا 120 نفر یاران مسیح و افرادی که با مسیح بودن پر شدند از روح القدس و همون روز سه هزار نفر دیگه توبه کردند و کلیسای مسیح با روح القدس شروع شد کلیسا با روح القدس شروع شد کلیسا با روح القدس رشد کرد کلیسا با روح القدس ادامه داد کلیسا با روح القدس زنده است و کلیسا بدون روح القدس خواهد مرد کلیسا بدون روح القدس بدون دخالت روح القدس خواهد مرد ما این رو میبینیم در تاریخ مسیحیت نه در قرون وسطا جایی که کلام خدا روح خدا هیچ نقشی در کلیسا نداره کلیسا دست حاکمین میفته دست سیاستمداران میفته که اصلا روح القدس رو نمیشناسن و اوج نقطه تاریکی و سیاهی کلیسا رو میبینیم و کلیسای امروز هم بدون دخالت روح القدس خواهد مرد کلیسایی که اگر نقشه او برنامه‌های او هدف‌های او خدمت های او از طرف روح قدوس نشده باشه طرح نشده باشه هدایت نشده باشه هرگز نمیتونه رشد و سمر و نتیجه داشته باشه نه اینکه ما برنامه‌ریزی کنیم و بگیم روح قدوس بیا تو برنامه هایی که ما ریختیم رو جلو ببر بلکه ما باز باشیم برای اینکه روح قدوس برای ما برنامه ریزی کنه و اون ما رو هدایت کنه این تفاوت بسیار بزرگ است نه فقط کلیسا ایمانداران هم همینطور من و شما موقعی میتونیم شاید این کلام خیلی افرادی خوششون نیاد بشنون اما حقیقت کلام خداست عیسی مسیح به نیقودیموس یک شخص عالم و دانشمند یهودی بود از او پرسید که من چطور میتونم وارد پادشاهی خدا بشم چطور میتونم وارد ملکوت خدا بشم به زبان امروزی من چطور میتونم یک مسیحی واقعی باشم مطمئن باشم که من مسیحی هستم ایماندار هستم و رول و عیسی مسیح گفت تا کسی از سر نو تولد پیدا نکنه تا کسی از روح القدس متولد نشه وارد پادشاهی خدا نخواهد شد آمین این رو ما در انجیل یوحنا باب 3 میخونیم تا من و شما پس زندگی روحانی ما به عنوان ایماندار مسیحی هم با روح القدس شروع میشه ما با روح القدس زنده هستیم و بدون روح القدس ما یک ایماندار مرده هستیم ما هیچ چی نیستیم پس چقدر مهمه که ما اهمیت روح القدس رو بدونیم روح القدس به ما کمک میکنه تا ما تبدیل به شاهدین بشیم همون چیزی که هفته گذشته پاستور آلبرت گفتن به سمت مردم بریم به اونها خبر خوش نجات رو برسونیم به اونها بشارت بدیم بشارت کلامی گفتن در مورد مسیح خیلی موضوع مهمی است من سال گذشته هم یک بار در مورد بشارت کلامی روش های اون و انواع اون صحبت کردم امروز در مورد نوع دیگه از بشارت میخوام صحبت کنم که در کنار بشارت کلامی بسیار اهمیت داره نوع دیگه ای که پولس رسول به ما یاد میده در رساله دوم قرنتیان باب دو آیات دوازده تا شونزده ما اینطور میخونیم رساله دوم قرنتیان باب دو آیه دوازده تا شونزده اینجا پولس از سفر بشارتی خودش تعریف میکنه پس چون برای بشارت انجیل مسیح به ترواس رفتم دریافتم که خداوند در آنجا دری بزرگ به روی من گشوده است اما باز آرام نداشتم زیرا برادر خود تیتوس را نیافتم پس با اهالی آنجا ودا کرده به مقدونیه رفتم اما خدا را سپاس که همواره ما را در مسیح در موکب زفر خود میبرد و رایحه خوش شناخت او را به وسیله ما در همه جا میپراکند زیرا برای خدا رایحه خوش مسیح هستیم چه در میان نجات یافتگان و چه در میان هلاک شوندگان اما برای یکی بوی مرگ می دهیم که به مرگ رهنمون می شود برای دیگری اما عطر حیاتیم که حیات به بار میآورد و کیست که برای چنین کاری کفایت داشته باشد پولس داره توضیح میده میگه من به تروآس رفتم خدا رو شکر خدا اونجا یک در بزرگی باز کرد تا من بتونم خبر خوش رو موعظه کنم انجیل رو موعظه کنم اما انگار در اون سفر به دنبال تیتوس بود که با او ادامه بره تیتوس رو پیدا نمیکنه میره جاهایی شاید به مشکلاتی برمیخوره میگه اما من خدا رو شکر میکنم که من هر جایی که رفتم رایحه خوش مسیح عطر مسیح بودم برای دیگران میگه برای خدا رایحه خوش مسیح هستیم یعنی دیگران میتونستن از پتروس از زندگی پتروس از رفتار پتروس از شخصیت پتروس از عملکرد پتروس مسیح رو بو بکشند مسیح رو استشمام کنند و هر مسیحی من و شما باید از خودمون این سوال رو بکنیم هر مسیحی آیا زندگی من عطر مسیح و عطر حیات رو پراکنده میکنه یا اینکه از زندگی من هنوز بوی تعفن گناه و خودپرستی به مشام میرسه هر مسیحی باید این سوال رو از خودش بپرسه عزیزان اینکه من و شما به سمت دیگران میریم انجیل رو به نزد اونها میبریم دیروز عزیزان بردن انجیل رو پخش کردن این عالیه این کار بی‌نظیره ما باید این کار رو انجام بدیم ما باید بریم و خبر خوش نجات رو با دیگران در میون بذاریم اینکه ما به صورت مداوم به کلیسا میایم خدا رو خدمت میکنیم این بسیار عالی هست اینکه عزیزان ما پر از عطایا و قوتهای روحانی هستیم و حتی بیشتر دعا میکنیم که خداوند ما رو از عطایای خودش پر کنه خدا به ما یک مس تازه بده این عالی است اینکه ما به دنبال تجربه های جدیدتر و عمیقتر با خدا هستیم اینکه دوست داریم خدا رو ملاقات کنیم اینکه دوست داریم یک لمس تازه از او رو بچشیم این عالی و باید این گونه باشه اما اما آیا شخصیت و رفتار و منش و طرز زندگی ما هم متناسب با تمام این چیزهایی که در پیش گفتم که ما خواهانش هستیم آیا تغییر و رشد میکنه عزیزان داشتن قوت و عطایای روحانی بدون داشتن شخصیت و منش روحانی هیچ فایده ای نداره هیچ فایده ای نداره تاثیر و سمر چندانی برای ما نخواهد داشت اینکه ما مردم رو خدمت کنیم حتی از جونمون هم برای مردم بگذاریم اما برای ما مهم نباشه که ما مردم چگونه رفتار میکنیم شخصیت ما چی هست سمره و نتیجه‌ای در خدمت ما نخواهد داشت اینکه من بگم من این همه وقت گذاشتم این همه جون کندم این همه انرژی گذاشتم تمام چیزم همه چی مو گذاشتم چه آدم نمک نشد، چقدر اینطوری بود اونطوری بود و اینکه مواظب رفتار خودم نباشم اینکه اگر من دارم او رو خدمت میکنم اما اگه با چهار تا چیز دیگه دارم به او ضربه میزنم با طرز حرف زدنم با قضاوت کردنم با پشت سر دیگری پیش او حرف زدنم و با هر چیز دیگه ای سمر و نتیجه چندانی نخواهد داشت قوت و اطیه روحانی اگر با شخصیت روحانی رشد نکنه باعث فلجی ما میشه و بازم این سوال رو بعد از خودمون بپرسیم آیا وقتی به سمت دیگر مردم میریم و خیلی زیبا در مورد عیسی با مردم صحبت میکنیم بشارت میدیم آیا رفتار و زندگی ما هم همونقدر زیبا و مسیحگونه هست نه فقط حرفهای ما بلکه شخصیت و رفتار ما هم عطر خوشبوی مسیح رو میده الان اینجا به کسی دیگه فکر نکنید من احساس میکنم بعضی الان نفرات دیگه اومده جلو چشم آ این فلانی بود فلانی اینجوری خدمت میکنه ولی اون فلانی خود تویی اون فلانی خود منم این فلانی منم نه؟ به خودمون فکر کنیم این کلام برای منه اول برای منه و بعد برای تک تک شما خودتون نه دیگری که الان اگه اومده تو فکرتون آیا شخصیت ما، آیا زندگی ما عطر خوش مسیح رو پخش میکنه؟ بعضی وقتا ما بعد از اینکه ایمان میاریم چند سال از ایمان میگذره خیلی زود مدل صحبت کردن ما عوض میشه خیلی جملات کتاب مقدسی استفاده میکنیم خیلی خوب میتونیم صحبت کنیم خیلی دعاهای ما فرق میکنه خیلی کلمات روحانی تو جملات ما هست تو هر چیزی اصلا پر میشه همه جا میریزه اصلا بد نیست عزیزان عالی اتفاقا آلیه. کلام خدا میگه میگه با مزامیر با هم دیگه گفتگو کنید نه پولس تو افسوسیان میگه میگه با مزامیر با نغمه های روحانی با هم دیگه صحبت کنید اما همونقدر که صحبت های ما روحانی میشه کلام ما روحانی میشه جملات ما زیبا و کتاب مقدسی میشه آیا باز هم همونقدر شخصیت ما روحانی شده از خودم میپرسم من وقتی این سوال ها رو اینجا می نوشتم یکی می تو سر خودم پولس تو آیه 15 میگه زیرا رایحه خوش برای خدا رایحه خوش مسیح هستیم چه در میان نجات یافتگان و چه در میان هلاک شوندگان پولس هر جایی که میرفت چه در بین ایمانداران و چه در بین بی ایمانان رایحه خوش مسیح رو حمل میکرد ما یه موقع در بین ایمانداران رایحه خوش مسیح رو حمل میکنیم عطر مسیحی میزنیم عطر روحانی میزنیم بعد در بین بی ایمانان عطر ما فرق میکنه مدل رفیقمون هم مدل اونا باید باشیم دیگه نمیشه که همون جوری باید حرف بزنیم همون شوخیارو رو بکنیم همون کارا رو بکنیم همون جاها بریم همون جوکا رو بگیم در بین ایمانداران عطر خوش مسیح هستیم در بین بی ایمانان عطر خوش دنیا نه پولس میگه چه در ایمان بین ایمانداران چه در بین بی ایمانا او حتی برای کسانی که از خدا متنفر بودند از حقیقت و راستی متنفر بودند میگه ما برای اونها بوی مرگ میدیم خیلی خوبه اتفاقا ما ایماندارا برای دنیا بوی مرگ بدیم پولس میگه ما برای اونها بوی مرگ میدیم یعنی وقتی ما رو میبینن زندگی ما رو میبینن روش و رفتار ما رو میبینن میدن اگه غیر از این باشه حلاک خواهند شد همونطوری که با مسیح بود علمای دین فریسی ها چرا اینقدر میخواستن ایسا رو فریاد میزدن ایسا رو سنگسار کن چرا فریاد میزدن ایسا شریعت رو تعلیم میداد ایسا هیچ تعلیمی به غیر از تعلیم فریسی ها نداد تنها چیزی که بود داشت میگفت به غیر از من اون چیزی که من میگم و من هستم شما خواهید مرد عیسی برای اونا بوی مرگ میداد و اونا نمیتونستن اینو تحمل کنن پولس برای میگه برای بی ها ما بوی مرگ میدیم افرادی که نمیتونستن و نمیخوان حقیقت و راستی کلام خدا و نجات رو بپذیرن اما عیسی برای بسیاری بوی حیات میداد عیسی برای بسیاری عطر حیات بود برای من و شما اون لحظه ای که من و تو قلب خودمون رو به روی عیسی باز کردیم اون لحظه ای که واقعا با تمام قلب دل ما شکست و گفتیم بله خداوند بدون تو من میمیرم تو فقط نجات دهنده من هستی اون لحظه ای بود که عطر خوش مسیح به تو خورد عطر حیات عیسی به تو خورد و تو فهمیدی حیات چیز دیگری است من شما عصر خوش حیات رو تجربه کردیم پولس هرگز خودش رو اما توی این مسیر کامل نمیدید هرچند که خیلی کامل بود من فکر میکنم کسی که بارها در رسالات خودش ادعا میکنه به من نگاه کنید تو کلیسا مشکل دارید منو نگاه کنید زندگی منو ببینید خدمت منو ببینید چه کسی امروز میتونه ما این موقع میایم تو کلیسا میگیم به صلیب نگاه کنید اصلا اصلا غیر کتاب مقدسیه این جمله از نظر من برادر تو کلیسا مشکل هست. اصلا مردمونه به صلیب نگاه کن نه ما به خاطر اینکه لاپوشونی کنیم آشخالایی که ریختیم رو زمین بجن که جمع کنیم فرش رو میدیم بالا میکنیم زیر فرش میگیم به صلیب نگاه کن پولس میگیم من نگاه کنید تو کلیسا مشکل دارید منو ببینید تو خانواده تو مشکل دارید منو ببینید تو رفتارتون مشکل دارید منو نگاه کنید تو رابطه تو مشکل دارید منو نگاه کنید من و شما امروز هم کلیسای امروز هم باید تبدیل به جایی بشه که ایمانداران بتونن ادعا کنن. منو نگاه کنید. به من نگاه کنید. پولوس هرگز کامل نبود چون میگه که چه کسی؟ در پایان میگه چه کسی که برای چنین کاری کفایت داشته باشه؟ اون میدونست کافی نیست. تو باب بد، من اینجا آیهش رو ننوشتم اما تو باب بعد دوم قرنتن تو باب سه آیه پنج میگه نه آنکه خودمون کفایت داشته باشیم تا چیزی رو به حساب خودمون بگذاریم بلکه کفایت ما از خداست میگه ما کفا... اما خو... کفایت ما از خداست عزیزان ما خوانده شدیم به عنوان شاهدین خدای زنده افرادی که قرار هست از نجات عیسی با دیگران صحبت کنند از کارهای عیسی از محبت عیسی با دیگران صحبت کنند نه فقط صحبت کنیم بلکه بتونیم مثل عیسی رفتار کنیم ما هرگز کامل نمیشیم ما هرگز در این زمین کامل نمیشیم ما ایمانداران این رو باید بدونیم قرارم اصلا نیست ما توی این زمین کامل بشیم اصلا قرار نیست ما اینجا کامل بشیم اما قرار هست ما بر روی این زمین و در کلیسا تبدیل به افراد سالمی بشیم نه کامل بلکه سالم کلیسا نیاز به ایمانداران سالم داره کلیسا نیاز به خادمین سالم داره به رهبران سالم داره که برای دیگران عطر حیات مسیح رو داشته باشن و این رایحه خوش عزیزان همونطور که در اولم گفتم فقط و فقط از طریق روح القدس و رابطه و نزدیکی ما با او ایجاد میشه بشارت کلامی البته نمیخوام بگم بشارت کلامی کلا بدون این بشارت اخلاقی عمل کرد نداره نه نه ما وقتی که به بیرون به خیابون میریم فقط یه نفر یک دقیقه شاید وقت داریم با یک نفر در مورد مسیح صحبت کنیم و اون شخصو شاید هرگز دیگه نبینیم درسته اون اصلا از زندگی ما هر چقدر ما آدم خوب و مهربونی باشیم تو یه دقیقه که اون چیزی متوجه نمیشه ما اونجا یک دقیقه فقط فرصت داریم شاید یا کمتر در مورد مسیح باش صحبت کنیم و اون میره پس بشارت کلامی به تنهایی میتونه عمل کرده خودش رو داشته باشه اما عزیزان اما در کلیسا در خانواده ما در جمع دوستان ما در محل کار ما در هر جامعه ای که من و تو درش قرار داریم بشارت اخلاقی و بشارت کلی کلامی با همدیگه میتونه دوتا بازوی محکم برای نجات و تاثیر گذاشتن در یک نفر دیگه باشه. بشارت کلامی و بشارت اخلاقی. تعفن گناه و انسان کهنه یا عطر خوش مسیح. تعفن گناه و انسانیت کهنه و یا عطر خوش حیات مسیح در انسان تازه. این اون تقابلی هست اون جنگی هست اون زدیتی هست که پولس رسول در قلاتیان باب پنج در موردش صحبت میکنه ازش به عنوان اعمال نفس و سمره روح اسم میبره در قلاتیان باب پنج آیه 19 تا 25 پولس اینطور میگه اعمال نفس روشن است بی افتی، ناپاکی، هرزگی، بتپرستی، جادوگری، دشمنی، جویی، رشک، خشم، جاه‌طلبی، نفاق، دستبندی، حسد، مستی، عیاشی و مانند اینها چنان که پیشتر به شما هشدار دادم باز میگویم که کنندگان چنین کارهایی پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد اما ثمره روح محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خشتنداریز هیچ شریعتی مخالف اینها نیست آنان که به مسیح عیسی تعلق دارند نفس را با همه ی ها و تمایلاتش بر صلیب کشیدند اگر به روح زیست میکنیم به روح نیز رفتار کنیم قسمت اول عزیزان که اعمال نفس رو نوشته حتی خوندنش هم شاید یک بوی تعفن بوی بد بوی مشمعز کننده گناه و مرگ رو بر ما بیاره و اما قسمت دوم که سمره و میوه روح رایحه خوش مسیح میوه روح القدس شاید یه نفر بپرسه که رایحه خوش مسیح چیه بوی خوش مسیح چیه بوی خوش مسیح این سمره روح القدس این نه سمره است این اون شخصیت ایسا بود که هر جا که میرفت افراد محبت کامل رو در اون میدیدند شادی میدیدند آرامش میدیدند صبر میدیدند وفاداری، فروتنی، پرهیزکاری، نیکویی این اون عطر حیات است. و ما میدونیم که در عهد جدید رساله قلاتیان خطاب به کلیسا نوشته شده. خطاب به افراد داخل کلیسا نوشته شده و باید این رو هم بدونیم که قسمت اول هم باز مربوط به داخل کلیسا میشه نه بیرون چون پا بیرون کلیسا که خب در هر صورت پادشاهی خدا رو نخواهند دید نیازی نیست پولس اشاره ای کنه پولس اما میگه کنندگان چنین کارهایی در درون کلیسا وارد پادشاهی خدا نخواهند شد و اینجا شاید یک سوال پیش بیاد افرادی که تو کلیسا هستن خب نجات دارن آیا نجاتشون از دست میدن آیا نجاتشون میمونه؟ من نمیدونم. من یه سوال فقط برای خودم پیش اومد که جوابی براش ندارم. آیا چنین افرادی که این کارها رو میکنن و زندگی اونها این گونه هست و در کلیسا هستند آیا واقعا نجات رو دارند یا فکر میکنن که نجات رو دارند؟ آیا واقعا از روح متولد شدن، تولد تازه رو دارند؟ یا نه فقط عقلی و احساسی این سوال جواب برش ندارم فقط گفتم ذهن شما رو باش مشغول کنم افرادی که زندگی اونها در ناپاکی میگذره در هرزگی میگذره در دروغ میگذره در مستی و عیاشی میگذره در هرزگی میگذره در رابطه هاشون همش پر از حسادت هستن با دیگران پر از خشم هستن پر از دروغ زندگی اونها مداوم در حال غیبت کردن و سخنچینی هستن این افراد افرادی نیستن که بوی خوش مسیح از اونها به مشام برسه اما سمره روح بوی خوش ایساست اون عطر ایساست اون شخصیت ایساست عطری است که اگه جا رو داشتیم شیشش رو داشتیم حتما زیرش نوشته بود Made in heaven". ساخته شده در آسمان عطرهای اینجا ما خیلی وقتی میریم عطر بخریم نگاه میکنیم آیا واقعا مال فرانسه هست آیا مال کجاست میدینش خیلی مهمه عطر ایسا عطری که در آسمان ساخته شده و من و تو میتونیم روی زمین ازش استفاده کنیم و خیلی جالبه من امروز داشتم با اینکه من بارها در مورد سمرات رول صحبت کردم با اینکه تعلیم دادم خوندم همه ما امروز داشتم به این فکر میکردم که تمام این سمرات رول ثمره سمره رول هیچ کدومشون در مورد رابطه ما با خدا نیست تمام اینها در مورد رابطه های ما با همدیگه است دقت کردید مثلا ننوشته اما ثمره رو پرستشی عمیق‌تر دعایی تر، حضوری ملموستر، لمسی جذابتر، شفای طولانی نه اینا نیست خیلی جالب بود بر من امروز داشتم دقت میکردم همش در مورد ما با دیگرانه، ما با محبت محبت باید به کی محبت کنیم؟ یکی دیگر رو باید محبت کنیم دیگه در مورد شادی، در مورد آرامش، من با کسی دیگری باید در آرامش باشم در صبر باشم، در فروتنی باشم، من نسبت به خدا حالا مغرور باشم، فروتن باشم، اتفاق نمیفته من فروتنی نیاز دارم در رابطه من با کس دیگه، پرهیز کاری رو من نیاز دارم در بارد رابطه من با کس دیگه نیکویی رو من نیاز دارم به کس دیگه نیکویی کنم من به خدا چه نیکویی میتونم بکنم همه اینها ثمره رو در مورد رابطه ما با هم دیگه است و خیلی جالبه میگه اگه به روح زیست میکنیم این عاشق این اگر پولسم وحی منزل نمیکنه خودشو اگر به روح زیست میکنیم اگه ما داریم با روح القدس زندگی میکنیم اگر من میگم روح خدا داره من رو هدایت میکنه اگر من از روح القدس میشنوم اگر روح القدس به من میگه من چه تصمیم بگیرم اگر روح القدس داره من رو راهنمایی میکنه پس زندگی من باید ثمره روح القدس رو آشکار کنه رفتار من میوه روح القدس رو نشون بده تصمیمات من باید درش شادی باشه درش آرامش باشه درش محبت باشه درش فروتنی باشه اگر به روح زیست میکنیم به روح هم رفتار کنیم روح القدس هرگز ما رو به تصمیمی هدایت نمیکنه به کاری هدایت و مجبور نمیکنه که ثمره خارج از ثمرات خودش داشته باشه هرگز چقدر عزیزان برای من و شما اهمیت داره که ما برای دیگران عطر خوش مسیح باشیم چقدر برای ما مهمه که ما شاهدین خدایی باشیم که زنده است و بعضا چقدر ما از این موضوع غافل میشیم خود من اینقدر مشغول خدمت میشم اینقدر مشغول کار برنامه ریزی. از این ور به اون ور و و, و و و و اما وقتی به خودم به زندگیم نگاه میکنم اینم چقدر باعث رنجش و آزار دیگران میش. ما مسیحیان معمولا کتاب مزامیر رو خیلی دوست داریم در هر مزموری خودمون رو پیدا میکنیم آنگاه که جان من خسته میشه جان من چرا افسرده شدی در خدا امید دار بعد مزمور رو میخونیم دشمنان من چه بسیارن همونجا که میخونیم قیافه چهار نفرم میاد جلو چشمون یک آه عمیقی اونجا میکشیم بعد دوباره میگه ای خداوند جان من منتظر توست آره من منتظر تو هم تو صخره منی تو پناه منی دیگران بر من حجوم آوردن دوباره قیافه چهار نفر دیگه میاد جلو چشمون ای خداوند تو پناه من هستی من خداوند و منتظر تو هستم اصلا یک احساس شهید زنده به ما دست میده همه به ما بد کرده، ما اینجا هستیم نه مزمورا رو خیلی دوست داریم سالی 20 بارم مزمور رو میخونیم عالی از منم میخونم اما خیلی کم سراغ کتاب امثال سلیمان میریم خیلی کم سراغ امثال میریم امثال سلیمان چطور حرف بزن چطور رفتار کن اگه خشم گرفتی چیکار کن اگه حسادت کردی چیکار کن یکی پشت سر تو حرف زد چیکار کن به تو دروغ گفت چیکار کن با آدم احمق چی کار کن؟ حکمت خیلی راحت میگه میگه تو این کارا این کارا رو بکنی احمقی تو اگه این کارا رو این کارا بکنی نادانی تو اگه این کارا رو این کارا بکنی از اون حیوان پستری اصلا ما دوست نداریم ده تا آیه دو حداقل شد میره تو قلب ما ولی کتاب امثال هست که به ما یاد میده ما با هم چطور باید زندگی کنیم ما خیلی کم کتاب امثال رو میخونیم خیلی کم از کتاب امثال موعظه میشنویم خیلی کم کتاب امثال رو تعلیم میدیم تو کتاب امثال هیچ آیه‌ای وجود نداره تو چطور دعا کن تو چطور منتظر خدا باش خدا برای تو چی کار میکنه هیچ چی نیست تو کتاب امثال هیچ... هیچ, چیزی وجود نداره ولی پر از درس و نکات ریزه با زبانت چطور رفتار کنی با فکرت چطور رفتار کنی با قلبت چطور رفتار کنی با دشمنت با همسایت یکی تو رو توبیخ کرد یکی به تو بعد بتر... تمام اینها که فقط در مورد رابطه من و توه من و تو من و تو. اصلا خدا وجود اونقدر نقش خاصی در کتاب امثال نداره فقط میگه ترس خدا آغاز حکمت اصلا زیاد در مورد خدا ما تو امثال چیزی نمیخون فقط در مورد رفتار من و شما با هم دیگه است کتاب امثال سی و یک باب داره تشویقتون میکنم بعد از پناه جستن در قلعه های بلند کتاب مزامیر روزی یک باب از کتاب امثال رو بخونید ماهی یک بار میشه این کتاب رو تموم کرد به ما یاد میده چطور عطر خوش مسیح رو داشته باشیم کتاب امثال سلیمان این حکیم ترین فردی که در زیر آسمان بود و بقیه حکمایی که این کتاب رو نوشتن این عطر عزیزان موقعی بر ما ریخته میشه دیروز یه نفر من گفت زیاد طولانی موعظه نکن هوا گرمه بدفوش فوش میدن من سعی میکنم تمام کنم این عطر عزیزان موقعی بر ما ریخته میشه که در مسیح بمانیم عطر خوش عیسی این رایحه خوش موقعی از مسی در من جریان پیدا میکنه که من تو در ایسا بمونیم در ایسا بمونیم به او بچسبیم برای همین ایسا در انجیل یوحنا باب 15 خیلی جالبه ایسا از باب 14 شروع میکنه در مورد روح صحبت کردن داره روح القدس رو معرفی میکنه روح القدس اینه روح القدس اینه روح راستی بر شما میاد شما بیکس نمیمون یتیم اون به شما یاد میده بعد دوباره تو باب 16 داره در مورد رول قدوس صحبت میکنه رول قدوس اینه رول قدوس اینه رول قدس اینه، وسط باب 14 و 16 یهو باب 15 است مثل پیام بازرگانی هیچ ربطی نه به باب 14 داره نه به باب 16 داره اما کلید اصلی رول قدوس رو وسط داره میده دلیل تمام حرفاشو داره اون وسط میگه مخصوصا من فقط دو تا آیه آیهشو انتخاب کردم که میگه باب 15 آیه 4 میگه در من بمانید و من نیز در شما میمانم چنان که شاخه نمیتواند از خود میوه آورد اگر در تاک نماند شما نیز نمیتوانید میوه آورید اگر در من نمانید من تاک هستم و شما شاخه های آن کسی که در من میماند و من در او میوه بسیار میآورد زیرا جدا از من هیچ نمیتوانید کرد میگی در من بمانید تا من در شما بمانم کسی که در من میماند و من در او میوه بسیار میآورد کسی که در من میمونه من هم در او میمونم و او عطر خوش من رو خواهد داشت سمره و میوهی که نتیجه ماندن در مسیحه نتیجه یک رابطه دائمی با مسیحه یک رابطه زنده عزیزان یک رابطه مداوم رابطه ای که هر روز به او وصل میشه این مسیحه کلام خدا اوست میگه در ازل کلمه بود کلمه نزد خدا بود کلمه خود خدا بود من و تو اگه هر روز به کلام خدا وصل نشیم هر روز در کتاب مقدس با مسیح یک رابطه زنده و مداوم نداشته باشیم هرگز او در ما نخواهد موند هرگز زندگی ما بوی خوش او رو نخواهد داشت اگر من و تو هر روز در دعا در فروتنی خودمون رو به او تقدیم و تسلیم نکنیم زندگی ما نتیجه نخواهد داشت عزیزان رابطه من و شما با عیسی مسیح بر چه چیزی بنا شده مخصوصا عزیزانی که در سال اول در ماهای اول ایمانتون هستید رابطه شما بر چه پایه‌ای داره شکل میگیره و جلو میره آیا رابطه این یک رابطه زنده و مداوم هست بر اساس ایمان بر اساس خواندن و ماندن در کلام او بر اساس فروتنی و تسلیم و تقدیم شخصی در دعا و یا رابطه ما فقط بر اساس احساسات ما دیدن معجزات لمس ملاقات حضور یک ابری آمد من رو گرفت من رفتم توی اون ابر از اون ابر اومد یه اون... یک چیزایی. میتونه باشه از, از من رد نمی کنم این گونه موارد هست اما اگه ایمان ما فقط بر این موارد بنا بشه ایمان خطرناکی است چرا چون یهو میبینی یه روزی نیست هیچ خبری از حضور خدا نیست ملاقات هم به قول پاستور یخته ابر مبرم که اصلا فراموش کن چرا ایماندارا یه سال اول خوبن یه سال و نیم دو سال اول خوب عالی بعد دو سال میرن چرا میرن به خاطر اینکه زندگی ایمانی اونها بر اساس کلام خدا شکل نگرفته محکم نشده رو صخره تو یکی دو سال اول آرامش گرفتن هنوز همه چی جدیده زندگی با ایسا حضور او ملموسه دعا میکنن جواب داده میشه همه چی خوبه بعد یکم کم کم دیگه دعا میکنیم جوابی نمیاد سختی هم اومد من که به ایسا ایمان آوردم چرا این مشکل پیش اومده چرا جواب منفی نه اصلا ایسا برای من هیچ کاری نکرد و میرم طلبکار از خدا چون بر پایه کلام خدا بر روی صخره بنا نشده این ایمان ایمان من و شما بر چه عزیزان پایه‌ای بنا شده آیا با هر بادی به این ور بر میره همیشه طلبکار خداییم در رابطه من و شما با خدا فقط یک نفر اجازه داره و حق داره طلبکار باشه اونم خداست و من و شما هرگز و من و شما هرگز نه در بعضی مواقع هرگز مسیح میگه در من بمانید نه در معجزات او نه در شفاهای او نه در لمس او نه در حضور او نه در جواب دعاهای او در من بمانید در خود عیسی بمانیم اون موقع هست که زندگی ما تغییر خواهد کرد اون موقع هستش که ایمان ما نه بر شن بلکه بر صخره بنا شده اون موقع استش که یه بوایی از ما به مشام دیگران میرسه دیگران نزدیک ما میشن میگن تو فرق داری تو با بقیه فرق داری و من و شما به عنوان شاهدین زنده عیسی شاهدین زنده خدا به هر سمتی که بریم این عطر رو با خودمون خواهیم برد بدون اینکه خودمون متوجه باشیم خیلی عالیه که ما میخوایم بشارت رو شروع کنیم امیدوارم واقعا بتونه تیم بشارت جدید شکل بگیره با قوت افراد زیادی که در این شهر هستن نیاز به شنیدن از انجیل مسیح دارن اما همزمان من و شما نیاز داریم تا بشارت اخلاقی رو هم از خودمون از خودمون بازم میگم نری بعد جلسه اینو چوب کنی تو چشه یه نفر دیگه شنیدی چی گفت خودت من از خودمون شروع کنیم و با کلام خدا خودمون رو بسنجیم چه اطری از ما به مشام میرسه رابطه های ما چگونه است زندگی های ما چگونه است و همه ما همه ما بدون استثنا میتونیم این عطر خوش رو داشته باشیم هیچ کس استثنا نیست اگر تو قلب تو به عیسی مسیح خداوند دادی اگه تولد تازه داری از روح خدا متولد شدی روح القدس آماده است تا به او فضا بدی او کم کم این در رو باز کنه باز کنه باز کنه و تو خواهی دید تو خودت اولین نفری خواهی بود که خواهی دید چطور زندگی تو عوض شده آمین با هم دعا کنیم سرهای خودمون خم کنیم هللویا چند لحظه در سکوت یا اگر نوای پرستشی باشه به هر آن چیزی که شنیدی فکر کن اگر قسمتی از این کلام با قلب تو صحبت کرد تو رو ملزم کرد اگر جای احساس محکومیت میکنی بدون که این از خدا نیست روح قدوس هرگز تو رو محکوم نمیکنه هرگز روح قدوس تو سرتو نمیزنه او با محبت تو رو ملزم میکنه که پسرم و دخترم وقتشی که مسیر اشتباهت رو برگردی و مسیر درست بری اگر این کلام باعث شد که تو تصمیم بخوای بگیری و خودت با خدا صحبت کنی میتونی الان چند لحظه خودت با خدا صحبت کنی اگر جایی باید توبه کنی او با محبت خودش با رحمت خودش از تو میپذیره اگر جایی احساس ضعف میکنی و میگی روح القدس من نمیتونم او آماده است که به تو قوت بده خوش مسیح رو پرکن ما میخواییم این خداوند که رفتار ما منش ما شخصیت ما بوی خوش ایسا رو بده اما ضعیفی این خیلی جاها کم میاریم خیلی جاها هنوز انسانیت کهنه در ما قد علم میکنه خیلی جاها دنیا به ما فشار میاره و ما رو با خودش میبره هرچقدر چقدر اما خداوند اگه جسم ما ناتوان باشه اما روح ما راقب است مشتاق تو. ای خداوند ما کمک کن تا شخصیت ما عطر خوش داشته باشه تا در خانه ما این عطر پراکنده بشه اول از همه در خانه ما در کلیسای ما این خداوند در محل کار ما در هر جامعه که ما درش قدم میگذاریم خداوند ما میخوایم عطر خوش تو رو با خودمون ببریم تا حقیقتا شاهدین زنده برای تو باشیم و باور داریم این خداوند کاری که تو در ما شروع کردی کمان خواهی